سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام با شما در رابطه با داشتن رابطه عاطفی با شخصیت اسکیزوید صحبت بکنم اگه شما با یک شخصیت اسکیزوید وارد رابطه عاطفی شدید دوست دختر، دوست پسر، نامزد یا همسر اسکیزوید دارید یا قصد وارد رابطه شدن با یک شخصیت اسکیزوید رو دارید این چند دقیقه رو با من همراه باشید شخصیت اسکیزوید، دوری گزین، منزوی یا گوشگیر دارای یه سری معلفه است که بهتر اول اون معلفه ها رو در ارتباط با هم ارزیابی کنیم اون از روابط نزدیک لذت نمیبره و تمایلی هم بهش نداره. حتی ممکنه در مورد رابطه شما هم بیاحساس باشه معمولا فعالیت های در انزوا رو انتخاب میکنه و اون رو به وقت گذرانی با شما ترجیح میده علاقه ای به سکس نشون نمیده فعالیت ها یا تجارب لذت بخش کمی براش وجود داره به غیر از اعضای خانواده دوست نزدیک یا قابل اعتمادی نداره نسبت به تشویق، تمجید و انتقاد دیگران بی تفاوته بهترین وصف در مورد اون بی احساس، منزوی و سرده خب آیا با چنین فردی قرار گذاشتین؟ آیا شریک عاطفی شما توسط دیگران سرد و بی تفاوت توصیه میشه؟ آیا نهایتا احساس تنهایی میکنید؟ حتی وقتی که با این شخص هستید؟ و آیا برخی اوقات نمیدونید فردی که شما دوستش دارید اگه برین دلش براتون تنگ میشه یا نه؟ اگه این علائم انزوا با خصوصیات نامزد یا شریک عاطفی یا دوست شما که الان باش در رابطه هستید یا همسرتون یا بقیه کسایی که میخواین باهاشون ملاقات بکنید هماهنگه احتمالا جذب فرد مبتلا به بیماری شخصیتی دوگانه شدید شخصیت های دوگانه منظوی نسبت به رابطه کنارگیر و بیعلاقه هستند و این شامل رابطه با شما و دیگران هم میشه هنگامی که قرار میذارین چجوری میتونین تشخیص بدید که یه نفر مبتلا به دوگانگی شخصیته کدوم علایم و راهنماها رو باید دنبال بکنید و چه علائم و نشانه هایی نشون میده که فردی که اون طرف میز روبروی شما نشسته یه فرد منزویه از یک شریک مبتلا به دوگانگی شخصیت چه انتظارهایی میتونین داشته باشید خب بیاین به این سالا با هم دیگه پاسخ بدیم شاخص یک فرد مبتلا به بیماری شخصیتی اسکیزوئید یا گوشگیر و منزوی ناتوانیش به دلبستگی و عدم تعلق خاطر نسبت به دیگرانه اون همچنین رنج محدودی از بروز احساسات رو در تعاملاتش با دیگران نشون میده و این میتونه شامل کسانی که با اونها قرار عاشقانه هم میذاره یا ازدواج میکنه هم باشه صحبت کردن این گونه افراد هم بی حال تو هم با بی توجهی و به نوعی مبهم و یک نواخته ارتباط برقرار کردن اونا هم گنگ و غیر مصممه هم غیر دوستانه است حالت های و حتی غیر انسانی شخص گوشگیر بیمیلی برای ارتباط و صمیمی شدن با دیگران رو هم دربر میگیره در واقع فرد گوشگیر نسبت به ایده پیوند یا لذت بردن از یک رابطه نزدیک با دیگران کاملا بی احساس و بی تفاوته چنین فردی نه تنها فرصت اجتماعی شدن با گروه ها یا حتی اعضای خانواده خودش رو از دست میده بلکه علایق واقعی و پایداری هم به یک ارتباط رمانتیک نداره شخص منزوی یک تنهای کلاسیکه همیشه از فشار تقاضاهای درون شخصی فرار میکنه این همون زهد واقعیه شخص منزوی از تنهایی لذت میبره و احساس آرامش میکنه اگه قدرت انتخاب داشته باشه جذب فعالیت های تکی میشه چه از لحاظ حرفه‌ای مثلا شاید دنبال کارهای انفرادی بگرده کارهایی که نیازمند ارتباط زیاد با آدما نباشه و چه در فعالیت های تفریحی بازی هایی رو انتخاب میکنه که عموما فردیه و بر فعالیت های اجتماعی بنا نشده در نتیجه این تمایلات شخص منظوی به ندرت دوستی داره و حتی ممکنه هرگز دوست نزدیک پیدا نکنه ممکنه با یک یا چند عضو فامیل تعامل بکنه اما حتی این ارتباط هم میتونه بسیار سطحی باشه نکته مهم اینه که شخص منزوی هیچ وقت دلش برای بودن در کنار بقیه تنگ نمیشه بنابراین جدایی و ترک دیگران اونو ناراحت نمیکنه. اسکیزوید ها به سکس علاقه نشون نمیدن یا حداقل سکس با دیگران رو دوست ندارن در که این مسئله برای سایر افراد بزرگسال دشواره در شرایطی که بیشتر انسان ها به دنبال تماس جنسی با دیگرانن و عتش زیادی برای این کار دارند، این افراد ممکنه گاهی خود ارزایی کنند. اما پیوند جنسی و شهوانی با همسرشون یا شریک عاطفیشون پیدا نمی کنن. تجربه تماس فیزیکی و تحریک جنسی این افراد خیلی کمه و یا وجود نداره بنابراین این تجربه ها اهمیت ناچیزی داره و کمتر رقبت و اراده فرد رو به اون برمیانگیزه. از اونجایی که افراد دارای بیماری شخصیتی اسکیزوئید یا منزوی نسبت به بررسی و ارزیابی دیگران بی چه در رابطه و چه در کار ضعیف عمل می کنن. اونا هوش هیجانی کمی دارن به این معنی که شخصیت اسکیزوئید در خوندن احساس دیگران و همینطور در تفسیر راهبردهای اجتماعی هوشمندانه و تشخیص حالت احساسی بقیه انسانها استعداد نداره در نتیجه به خاطر بیتفاوتی و مهارت اجتماعی ضعیفشون اغلب افرادی مرموز و خسته کننده تلقی میشن همکاران این افراد به ندرت درکشون میکنن و اکثرا اونها رو مورد تمسخر قرار میدن ترد میکنن یا حتی از اونها میترسن هرچند احتمال خشونتشون خیلی از دیگران بیشتر نیست اما رفتار عجیب و گوشگیری اونها نگرانی هایی رو در مورد ثباتی یا خطر اونها ایجاد میکنه شخصیت واقعا گوشگیر از لحاظ ارتباطی و احساسی نجیب و آروم توصیف میشه اسکیزویت ها به ندرت دوره های بیان احساسی قابل توجهی دارند. در تفسیر و مقابله به مثل حالتهای فیزیکی و بیان احساسات از طریق چهره مشکل دارند. برای مثال شخص اسکیزوید نمیتونه لبخند رو با لبخند پاسخ بده یک چشمک رو بفهمه دست بده یا در آغوش بگیره به خاطر این رفتار در اون شخصی منزوی و حس دلسوزی محدودش نسبت به دیگران به عنوان ماهی خونسرد توصیف میشه همسالان اون رو معادله اجتماعی جنین کاذب تلقی میکنن هرچند اون ممکنه واقعا از لحاظ پزشکی افسرده به نظر برسه اما اینجوری نیست اسکیزویت ها صرفا احساس مثبت یا منفی به چیزی ندارن و فاصله گرفتن از دیگران و انزوای احساسی رو ترجیح میدن از اونجایی که این افراد از لحاظ احساسی شدیدا ناآگاهند خودشون هم نمیدونن که آیا افسرده هستن یا نه گاهی اشتباهان در مورد اونها تشخیص در خودماندگی یا اوتیسم داده میشه طبیعیه انزوای شخص اسکیزوئید تماس چشمی ضعیف و جذب شدن به کارهای انفرادی از بسیاری جهات یادآور افراد مبتلا به اوتیسمه. اما مغز افراد اسکیزوئید مشکلی نداره این مشکل مربوط به اساس ساختار شخصیتی فرده مهارت های درون شخصیتی و اجتماعی ضعیف این گونه افراد و علایق اونها ناشی از یک الگوی انزوا و عدم توجه به دیگرانه که از اوایل دوران کودکی شروع میشه توجه داشته باشین که اسکیزوید یک مثال خوب از کسیه که دیگران اون رو متفاوت یا عجیب میپندارن با این وجود این گونه افراد بینشی نسبت به طرز تلقی و نگاه دیگران به خودشون ندارن اسکیزویت ها به خاطر فقدان رابطه نزدیک با دیگران دوچار ناراحتی نمیشن نه به دنبال اون هستند و نه آرزوی اونو دارن دیگران در زندگی این افراد ممکنه به خاطر انزوا و یا بی احساسیش دوچار ناراحتی و آشفتگی بشن اما شخصیت اسکیزوید معمولا با انزوا و اجتناب از اجتماعی شدن خودش راحت و مشکلی نداره خب حالا بذارید این سال رو مطرح کنیم که معلفه اسکیزوید چیه؟ هرچند هیچ تجربه خاص کودکی یا سابقه خانوادگی به عنوان عامل اصلی برای ایجاد شخصیت اسکیزوید شناخته نشده اما معمولا این گونه افراد حداقل یک والد دارای اشکال اسکیزوید قوی دارند پس ویژگی اسکیزوید در خانواده جریان داشته همچنین افراد اسکیزوئید بیشتر از خانواده هایی میان که در اون سابقه اسکیزوفرنیا وجود داره خب میدونید که اسکیزوفرنیا بیماری روانی حادیه که مشخصش توهم و از دست دادن تماس با واقعیت به علاوه مشخصه کودکی فرد اسکیزوئید قفلت و نقصان ارتباط احساسی و تعامل با والدین و دیگر اعضای خانواده هم هست خانواده ممکنه خشک یا سرد باشن همچنین فعالیت‌های های تکی و ساکت و گسستگی احساسی در بین اونها عادی جلوه کنه رفتار اسکیزوئید حالت موزگیری یا دفاع از خود تلقی میشه بچه‌ای که در محیط تهدید کننده و به هم ریخته زندگی میکنه از لحاظ اجتماعی شخصیتش به عنوان شکلی از محافظت از خود دچار گسیختگی میشه هرچند این گسستگی اسکیزویدی نوعی سازگاریه ولی زمانی که در بزرگسالی ادامه پیدا میکنه از لحاظ حرفه‌ای یا ارتباطی مشکل جدی ایجاد میکنه بیماری شخصیتی اسکیزوید در مردان بیشتر دیده میشه خب حالا بذارید ببینیم شخص اسکیزوید به عنوان شریک عاطفی چجوریه شخصیت اسکیزوید همیشه یک شریک عاطفی منزویه اگه شما موفق شدین با یک مرد یا زن اسکیزوید ارتباط رومانتیک و عاطفی داشته باشین به این امید که یک شریک ارتباطی پیدا کنین بدون شک ناامید میشین اسکیزوید ممکنه شریک مالی یا شریک تحقیقاتی یا یک هموتاقی خوب باشه اونم در صورتی که یک هموتاقی بخواین که به ندرت نیاز به توجه داشته باشه اما نیازهای احساسی یا فیزیکی شما رو به ندرت تعمیم میکنه مشکل اینه که شخص اسکیزوئید میل واقعی برای ایجاد یک رابطه مقید نزدیک رو نداره چنین فردی در مورد رابطه عشقی احساسی نداره و علاقه به کنار شما بودن وقت گذروندن با شما یا حتی حرف زدن نداره تناقض همینجاست همسر یا شریک عاطفی اسکیزوئید هیچ وقت نمیتونه در مفهوم کلمه همسر یا شریک عاطفی رومانتیکی باشه اون علاقه درون شخصی برای پیوند خوردن واقعی رو با شما نداره عجیب نیست که شما نتونید با بیمیلی جنسی شریک موزبیتون سازگار بشید هرچند ممکنه اون حرکت یا تلاشی بکنه که شما رو از لحاظ جنسی ارضا بکنه این فرد در مقایسه با دیگران احتمال کمتری داره که رابطه جنسی رو شروع بکنه یا اشتیاقی برای ارتباط جنسی با شما داشته باشه این بیعلاقگی و نداشتن میل برای داشتن ارتباط میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم چرا اسکیزوئیدها ها به ندرت ازدواج میکنن یا قرار عشقی میذارن همچنین به شما کمک میکنه سابقه ارتباطیتون رو با فرد اسکیزوئید بررسی بکنید و از خودتون بپرسید چرا اصلا چنین ارتباطی ایجاد شد آیا این امکان وجود داره که شما شروع کننده این رابطه و حفظ کننده اون باشید؟ اسکیزویت ها به ندرت انگیزه شروع دارن فراتر از بیهسی جنسی شریک اسکیزویدی شما احتمالا فاقد محرک سمیمیت احساسیه شکایت از سردی و بیتفاوتی ارتباطی اغلب از جانب کسانی که درگیر رابطه با مرد یا زن اسکیزویدی هستند شنیده میشه هرچند بیشتر ما آرزوی عشق و ارتباط داریم و از ترد شدن و بررسی شدن میترسیم فرد اسکیزویید چنین آرزو یا ترسی نداره. بی تفاوتی حاکمه. حتی زمانی که اسکیزوئید ازدواج میکنه ازدواج نوعی جدائیه و حالتی موازی در مقابل همزیستی در همتنیده ایجاد میکنه. دور احساس حساری وجود داره که توسط شریک اسکیزویدی نادیده گرفته میشه همسر رومانتیک ممکنه معشوق اسکیزویدی رو به مشاوره ببره تا خصوصیاتی رو که در این بخش ذکر شده رفع و رجوع بکنه طبیعیه که اسکیزوئید در مورد نیازش به درمان دچار سردرگمیه نسبت به نگرانی های همسرش حسی نداره و از طلاق یا جدایی هم نمیترسه اینجاست که فرد مقابل در رابطه متوجه میشه که همسر یا نامزد یا شریک عاطفی اسکیزوئید واقعا نیازی به اون نداره به طور خلاصه اگه درگیر رابطه با فرد اسکیزویدی شدین تعجب نکنید اگه دیدین که او از لحاظ احساسی منزوی و از لحاظ ارتباطی یک تنهای بی احساسه. او از صمیمی شدن گریزان و دوست داره کارهای تکی انجام بده او نه تنها علاقه بلکه ظرفیت ارتباط احساسی رو هم نداره بیشتر مردم در این گونه روابط احساس انزوا و نادیده شدن پیدا می کنن و پیش بینی برای همدلی رضایت بخش از لحاظ احساسی و یک رابطه سالم ضعیفه اگه این ایده رو دارید که میتونید سخت کار بکنید و هوشمندانه تر این فرد رو تغییر بدین خودتون رو گول نزنید و احتمالا درد و رنج رو برای خودتون با این تفکر طولانی تر می کنید خب حالا سوال اینجاست که چرا جذب شخصیت منزوی میشیم؟ اگه درگیر رابطه با فرد منزوی شدین چه کار باید بکنید؟ و اگه در طول سالها با تعداد بیشتری از این گونه شریک های عشقی درگیر شدین اشکال کارتون کجاست؟ خب اگه تمایل به این گونه افراد یعنی شخصیت های اسکیزویدی دارین به این معنیه که از لحاظ عشقی جذب کسی میشید که به نزدیکی با شما یا هر کس دیگه اهمیت نمیده حتی اگه در ظاهر بگه براش مهمه در واقع همیشه ترجیح میده تنهای تنها باشه علاقه ای به سکس یا تماس فیزیکی نداره تقریبا هیچ دوست نزدیکی نداره نسبت به تحسین یا انتقاد بی تفاوته. اکثر اوقات از لحاظ عاطفی در حالت بیتفاوتی به سر میبره خب پس چرا شما همیشه به دنبال فرد اسکیزوید میرید؟ چجوری انسان جذب کسی میشه که انقدر نسبت به رابطه بی علاقه است؟ کدوم عنصر رفتاری اسکیزوید شما رو جذب کرده و چه چیزی باعث میشه شما برای به دست آوردن این تیپ شخصیتی دوباره برگردین؟ به طور کلی مهمترین افسونگری و مشخصه گول زننده اسکیزوئید دور بودن و تنهایی اونه این شخص انقدر بی تجربه و ساده به نظر میرسه و انقدر نامطمئن از اینکه در هر موقعیت و محیط ارتباطی و اجتماعی چی بگو و چه کار بکنه که ما میخوایم به سرعت برای مراقبت از اون دست به کار بشیم ما میخوایم به اون اطمینان بدیم یه نفر به اون اهمیت میده و مراقبشه اگه نیاز دارید که دیگران به شما محتاج باشن اسکیزوید دکمه جذب شما رو فشار میده اما جالب این که فرد اسکیزوید به شما نیازی نداره خب اسکیزوید به تنهایی خوش خامی و ناراحتی اجتماعیش این اکاس بی و بیتوجهی او نیست بلکه اساسا به ارتباط اهمیتی نمیده سطح اساسی ارتباط با دیگران اینقدرها براش معنی نداره با در نظر گرفتن چنین انزوایی ممکنه تعجب کنید که چرا این شخص اصلا ازدواج میکنه اغلب یک روح مراقب نجات بخش یا پرستار با علاقه وافر به ناجیگری و مورد نیاز معشوق واقع شدن شیفته فرد اسکیزوید میشه شخص مقابل همه ی انگیزه هاش رو برای پیش بردن رابطه رو میکنه و حتی تا مرحله پیشنهاد ازدواج جلو میره اسکیزوید اساسا بی تفاوت ممکنه توافق بکنه اطمینان یا چیزی شبیه به این در تصمیم اون هیچ وقت وجود نداره بلکه فقط توافق کرده ازدواج اهمیت احساسی کمتری برای شخص اسکیزوید داره و زمانی که رابطه تموم میشه همسر یا شریک عاطفی منزوی چیز کمتری از دست میده تناقض اینجاست برخی از ما عاشق شخص اسکیزوید میشیم و به این خاطر که نسبت به ما بی احساس یا بی علاقه به نظر میرسه توی کلینیکا و مطبهای روانشناسا و روانپزشکا مشتری ها یا مراجعین بسیاری وجود داره که یک رشته ارتباط با عشقهایی داشتن که کاملا بیمسئولیتن شاید شما کسی رو بخواین که با رفتارش حتی برای شما تره هم خورد نمیکنه. اگه شما مرتبا یک پرستار یا نجات دهنده هستین اگه فکر میکنین فقط کسی رو میخواین که دلسوزی هاتون رو پس نده اگه با یک اسکیزوید رابطه دارید یا شاید زنجیری از شریک های عشقی ناهنجار از لحاظ شخصیتی که غالبا شبیه اسکیزوید هست رو انتخاب میکنین حالا زمان اون رسیده که بیدار بشین یه یادداشت بردارید و از خودتون بپرسید چرا بیاین با اون روبرو بشیم توی یه کاغذ از خودتون سوال بکنید که چرا و سعی کنید پاسخ بدید اسکیزویت ها چیز زیادی برای عرضه در یک رابطه ندارن بیشتر به خاطر اینکه در مورد سطح پایدار و عمیق رابطه فکر نمی کنن. این یک تجربه دو جانبه و دو سره نخواهد بود شما همه کارها رو انجام میدید این یک تلاش تمام وقته اگه شما جذب رابطه عشقی با شخص تنها و منذبی شدین زمان اون رسیده که صادقانه از خودتون بپرسید کدوم والدتون به همین شکل منذبی بوده کدومی که از والدینتون این رفتار رو با خود شما کرده ما حدس میزنیم که حداقل یک والد یا پرستار به همین شکل از لحاظ احساسی غیرقابل لمس بوده هر کاری انجام بدین نمیتونین علاقه ای این شخص و دلسوزیش رو نسبت به خودتون ایجاد بکنید متاسفانه ممانعت اولیه از طرف شخص اغلب ما رو در اوج نیاز و اشتیاق به اون چه هیچگاه نمیتونیم از یک شخص منظوی به دست بیاریم نگه میداره در نتیجه ابراز عواطف و احساسات آشکار علاقه و ارتباط عمیق ایجاد نمیشه و ما ارضا نمیشیم عوامل دیگه ای هم وجود داره که باعث میشه جذب شخصیت اسکیزوئید بشیم بعضی از ما به طور جدی به دنبال درمان دیگرانیم ما نیاز داریم که به انتهای اون چیزی برسیم که شاید منفعت عشقی رو دوچار درد سر میکنه و اونگاه از طریق عشق هرکولی و مراقبت از ناحیه ما مشکل برطرف میشه اسکیزوئید ممکنه به راحتی این احساسات رو فرا بخونه اون بسیار ساکت بی تجربه و ناراحته از نظر روان درمانگرا یک زنجیره اشتباهی در کاره چیزایی مثل سوء استفاده، بی توجهی یا بدرفتاری عشقهای قبلی و در نتیجه تلاش برای پیدا کردن یک رابطه ای که مشکلات رو نداشته باشه جدید باشه و درست باشه و در نتیجه جمع تمام این اشتباه ها میتونه این انتخاب رو ایجاد کنه اکثر این افراد افسرده هم هستن خیلی از روانپزشکا و روانشناسا اشتباها در مورد اونا تشخیص افسردگی میدن همچنین در مورد این افراد ممکنه امکان خودکشی به ذهن برسه مطمئنا این فرد ضعیف و درمونده است و نیاز به مراقبت های عشقی دلسوزانه داره تا از عهده پریشانیش بر بیاد اما حقیقت اینه که اسکیزوید افسرده نیست و براش مهم نیست که شما چقدر عاشق و دلسوز اونین هیچ رابطه جاری و مداومی سبک شخصیتی اساسی اون رو تغییر نمیده برخی از ما ممکنه شخصیت آرام، انزوا طلب و کم حرف اونها رو چشمگیر و جذاب ببینیم این بیتفاوتی ظاهری میتونه وسوسه انگیز و حتی اسرارآمیز باشه اگه انزوای اسکیزوئید بسیار جذاب باشه میتونه به شکل آین رواقیون یا مرد معابانه همچون تیپ شخصیتی کلینتیست تفسیر بشه البته مسئله نامید کننده اینه که راز کوچیکی در پس رفتار رواقی وجود داره مردی که برای رابطه هیچ گونه اهمیتی قائل نیست برخی که رابطهشون با افراد دیگه به شکست می انجامه از لحاظ ارتباطی جذب بی تجربگی اسکیزوئید میشن در دنیایی که درگیری جنسی بسیار سریع اتفاق میفته بی جنسی آشکار و بیمیلی فرد اسکیزوئید برای چشم پوشی آسان از سکس میتونه کاملا جذاب منحصر به فرد و سنتی باشه سادگی جنسی اسکیزوئید میتونه شیرین باشه شایدم تغییری جدید و تضمین کننده از طرف نامزدیه که از ابتدا روی سکس در رابطه تمرکز نکرده اما در نظر داشته باشین که این بیمیلی جنسی فراگیره و بعد از ازدواجم باقی میمونه انگیزه های دیگه هم برای وارد رابطه شدن با فرد اسکیزوید وجود داره اگه در دوره ای از زندگیتون با تنهایی دست و پنجه نرم کردین ممکنه به راحتی تحت تأثیر عدم سمیمیت و عدم برقراری ارتباط فرد اسکیزوید قرار بگیرید در تلاش برای بهبود وضعیت تنهایی شریک عاطفی منزوی ممکنه تلاش کنید به شما توجه داشته باشه اما اشتباه نکنید اسکیزوید تنها نیست شما تنهایی نهایتا برخی از ما نیازمند چالش در رابطه هستیم بیرون اومدن از رابطه با فرد اسکیزوید میتونه چالشی باشه که شما دنبالشین این چالش به احتمال کم در طولانی مدت موفق خواهد شد اما به هر حال یه چالشه بسیاری از جنبه های رفتاری شریک اسکیزوید میتونه ما رو وارد رابطه بکنه و باعث بشه به تلاش برای ایجاد رابطه ادامه بدیم اغلب ما نوارهای رابطه قبلیمون رو دوباره کپی میکنیم تلاش میکنیم که دلسوزی والد تنها رو به عهده بگیریم در موارد دیگه نیاز داریم ناجی باشیم و به واسطه نجات و مراقبت از دیگران تحت تأثیر سنجش خودمون قرار میگیریم بعضی از ما اصولا از شخصیت های خوشمون میاد انگیزه هرچی که باشه در یک مورد با خودتون رو راست باشید همسر یا شریک عاطفی اسکیزوید شما همچنان روند زندگی منظوی رو ادامه میده اگه نیاز شدیدی به یک رابطه ی دو جانبه دارید زندگی با فرد اسکیزوید بسیار دشوار خواهد بود خب بذارید ببینیم زندگی با فرد اسکیزوید چجوریه اگه درگیر یک فرد اسکیزوید بشین چه کار باید بکنید؟ آیا در ما ای داره؟ آیا امیدی به تغییر هست؟ آیا همه نیازهای احساسی شما در این رابطه تأمین میشه؟ اینا سالاتیه که ما دائما از زبان مردان و زنانی میشنویم که نهایتا میفهمن همسر یا نامزد گوشگیرشون احتمالا بیماری شخصیتی داره به عنوان شریک شخص اسکیزوید شما باید شواهد پیشبینی بیماری رو هوشیارانه برای تغییر در نظر بگیرید همینطور این واقعیت تکان دهنده رو بپذیرید که همسر یا نامزد شما ظرفیت کمی برای درگیر شدن در یک رابطه واقعی رو داره مثل همه بیماران شخصیتی اسکیزوئید هم از لحاظ شدت بسیار گسترده است در حالی که برخی بسیار درونگرا هستند دیگران کاملا منزوی و فاقد ارتباطند کسی که علائم بیماری شخصیتی اسکیزوئید رو داره برای ارتباط با همه انسان ها حتی شما دچار مشکله اینطور نیست که تمایلی به ارتباط احساسی متقابل نداره برعکس اون کاملا ناتوانه برای اغلب مردم جدی شدن موضوع ازدواج و مطرح کردن اون با همسر یا نامزد اسکیزوئید ایده خوبی نیست. به ویژه اگه ترجیح میدید با عشقی باشید که به طور دو جانبه برای بودن با شما هیجان داره. بعضی از افرادی که این بخش رو دارن گوش میدن ممکنه احساس کنن درگیر یک شخص اسکیزویدی هستن شاید هم ازدواج کردن و بچه های کوچیک دارن در این مورد چیزایی است که باید هنگام تلاش برای پذیرش همسر یا نامزدتون و عملی کردن رابطه به خاطر داشته باشید اول اینکه در انتظارهاتون واقع گرا باشید بیاین رو راست باشیم پیشبینی تغییر در همسر یا شریک عاطفی اسکیزوئید ضعیفه اسکیزوئید تمایلی به روابط درون شخصی نداره اونا نسبت به تشویق و انتقاد بی تفاوتن و کمترین ظرفیت رو برای زندگی احساسی دارن از طرف دیگه همه اسکیزویت ها علائم شدید ندارن و برخی زمانی که مسئله رشد ارتباطی در کار باشه استعداد بیشتری نشون میدن به عنوان همسر یا شریک عاطفی یک اسکیزوئید ممکن ناامید بشین و شکست بخورید ممکنه وسوسه بشید و به این باور برسید که شاید میتونستید دلسوزتر باشید و بیشتر از اون مراقبت کنید و یا شریکتون رو به گونه ای درگیر کنید که راه بیفته روش باز بشه و به صحبت کردن، سهم شدن و افشا کردن علاقمند بشه این یک تفکر اشتباه همسر یا شریک عاطفی اسکیزوید شما با همه اسکیزویده نه فقط با شما انتظار تغییر چندانی نداشته باشین و به محض مشاهده اندک تغییر جشن بگیرید توصیه بعدی اینه که اونو تحت فشار نذارید باید یادتون باشه که تحت فشار گذاشتن اون فایده نداره یادتون باشه که همسر یا شریک عاطفی شما یک عمر روند انزوا و بیتفاوتی رو تکرار کرده ترک کردن موضع دفاعی اولیه و تجربه شده ایه. اگه شما همسر یا شریک عاطفیتون رو دائما به ارتباط وادار کنید این به معنای ترک موضع دفاعی اولیه و تجربه شده اونه و ممکنه شما محرکی باشید برای انزوای بیشتر شریک عاطفیتون روی روی با شریک اسکیزویی در مورد بیرون رفتن یا توقع برای رفع نیازها استراتژی هایی که شکست رو به دنبال خواهد داشت روی کردی هوشمندانه تر یک سبک تحمل و آزادگذاری رو در بر میگیره وقتی میدونید همسر یا شریک عاطفی شما نیاز به تنهایی داره و برای اون ارزش قائله چرا اونو تشویق نکنید با این کار همسرتون به شکل بهتری برای کنترل های تعامل با شما آماده میشه به طور خلاصه اذیت کردن اسکیزوید برای تعامل سرانجام منجر به ناامیدی میشه برای اسکیزوئید هیچ چیزی بدتر از همسر فوزول از لحاظ احساسی نیست توصیه بعدی اینه که در هر فعالیتی که همسرتون از اون لذت میبره سهیم بشین فرد مبتلا به بیماری شخصیتی اسکیزوئید از فعالیتهای کمی در زندگی لذت میبره فعالیت با کمترین معلفه های اجتماعی همسر شما ممکنه که از تماشای فیلم یا کار کردن روی ماشین یا مطالعه لذت ببره خب چرا به اون ملحق نشین؟ حتی وقتی که اون کمترین گفتگوی لفظی رو ترجیح میده در همه احتمال های ممکن چیزهای مطمئنی وجود داره که شما در ابتدا با همسر یا نامزدتون از اونها لذت میبرید چرا دوباره برخی از این خاطرات رو بازسازی نکنید راز کار اینه که همسر یا شریک عاطفی رو وادار کنید در لحظه هایی که براش لذت بخشه شما رو همراهی کنه به جای اذیت کردن و توقع داشتن این روش بهتری برای به دست آوردن یک جای ثابت در زندگی احساسی اونه در طول زمان همسر یا شریک عاطفی اسکیزوئید به تدریج از حضور شما در کنارش احساس آرامش میکنه و حتی ممکنه اون رو ترجیح بده هرچند تضمینی هم وجود نداره تطمی همسر یا شریک عاطفی اسکیزوئید در مقابل ترغیب اون عاقلانه تره مسئله بعدی و یا توصیه بعد اینه که مجازات نکنید در عوض پاداش بدید رفتارگرای مشهور جناب آقای بی اف اسکینر جایگاهش رو در تاریخ روانشناسی با کشف این نکته به دست آورد که تقویت رفتار مطلوب همیشه مؤثرتر از مجازات رفتار نامطلوبه. به جای اینکه همسر یا شریک عاطفی اسکیزوئید خودتون رو به خاطر کنار رفتن و دور شدن خجالت زده کنید یا آزار بدین کوچکترین جنبه و رفتار مثبت رو در رفتار درون شخصیش تحسین و تشویق کنید در این صورت اثر بهتری میذارید تمایل همسر یا نامزدتون رو برای موندن در کنارتون و اینکه اجازه داده در کنارش بمونید تشویق کنید در طول فعالیت های جداگانه تحسینش کنید و به دنبال فرصت برای تشویق جهت هر گونه ورود به فعالیت های اجتماعی باشید و برای شروع مکالمه یا تعامل تلاش کنید مهم نیست چقدر کوتاه یا خلاصه باشه این چیزیه که اسکینر اون رو شکل گرفتن نامیده با پاداش دادن به پیشرفتهاش در زمینه ی رفتار مطلوب و تحمل تغییرات تدریجی میتونید شرایط ارتباطی رو که منجر به رشد همسر یا شریک میشه پرورش بدید توصیه بعدی اینه که راههایی برای پاسخگویی به نیازهای احساسی خارج از رابطه پیدا کنید اگه میخواین در رابطه ای طولانی مدت با همسر یا شریک عاطفی اسکیزوید بمونید و یه نیازهای اساسی و منافع ارتباطی دارید آقلان ترین کار اینه که ارتباطهای جایگزین رو جستجو کنید و پرورش بدید با دوستان خوبتون بمونید به گروه های اجتماعی و حمایتی ملحق بشید در کلاس های آموزشی شرکت کنید و تماستون رو با خانواده قطع نکنید با برآورده کردن برخی از نیازهاتون در جاهای دیگه به طور طبیعی تقاضای کمتری از همسر یا شریک عاطفیتون خواهید داشت ممکنه که بهتر و بیشتر دور موندن و بیتوجهی های اون رو بپذیرید و تحمل کنید البته ارتباط احساسی با یه نفر از جنس مخالف یا کسی که جذب اون شدین ممکنه خطر یک رابطه عشقی جدید رو افزایش بده به خاطر داشته باشید که افشای رازهای خود به طور گسترده و تعامل دائمی به طور طبیعی سمیمیت رو افزایش میده داشتن رابطه با جنس مخالف رای حل مناسبی برای مشکل شما با همسر یا شریک عاطفیتون نمیتونه باشه آخرین توصیه هم اینه که یادتون باشه درمان نمیتونه کمکی کنه در مورد اختلال شخصیت اسکیزوید به تمام معنا فرستادن همسر یا شریک عاطفی به مشاوره یا روان درمانی میتونه مفید باشه اما به هیچ وجه 100 درصد ایجاد درمان یا تغییر شخصیتی رو به همراه نداره اسکیزوید ها توجه چندانی به وضعیت روانیشون ندارن و مستعد بینش قابل توجه در مورد الگوهای انزواییشون نیستن و مهمتر اینکه انگیزه ندارن اگرچه همسر یا شریک عاطفیتون ممکنه شما رو خیلی دوست داشته باشه اما تهدید برای خاتمه رابطه انگیزه کافی رو برای تغییر در اون ایجاد نمیکنه. میتونید حد بزنید که شریک اسکیزوید شما به همون اندازه که از روانکاوش دور میشه از شما هم دور خواهد شد. هرچند یک اسکیزوید با مکالمه های اندیشمندانه درباره رابطه شما احساس راحتی داره اما نمیتونه یک جزء احساسی موازی باشه. به طور خلاصه این شما هستید که باید انتظار هاتون رو تعدیل کنید آرامش ایجاد کنید و پیشرفت های کوچیک رو در رفتار درون شخصیتی همسر یا شریک عاطفیتون موفقیتی بزرگ بدونید اما اگر شخصیت اسکیزویدی که باهاش وارد رابطه شدید در تیف عمیق یا بالایی نباشه در تیف پایین یا متوسط درمان میتونه به تغییر نسبی شخصیتشون تا حدی کمک بکنه خب حالا یک سال مهم هست که باید بهش پاسخ بدیم اونم اینه که چه زمانی باید متارکه کرد و جدا شد دیر یا زود ممکنه احساس کنید که زندگی با یک اسکیزوید چیزی نیست که بتونید برای مدت طولانی تحمل کنید عواملی که در ابتدا شما رو جذب کردن حالا به علائمی از یک سبک اختلال شخصیت تبدیل شدن همسر یا شریک عاطفیتون علاوه بر اینکه نمیتونه احساس شفقت، دلسوزی و ارتباط رو به شما نشون بده، انگیزه ای هم برای این کار نداره. شاید شما تحت درمان مناسب قرار گرفته باشین و اکنون درک بهتری از نیاز برای نجات و درمان شخص اسکیزوئید به عنوان ناجی به دست آورده باشید زمانی که در معرض شناخت شخصیت اسکیزوئید قرار می گیرید انگیزه ها دیگه اونقدر قوی نیستن تا باعث بشن شما رو به رابطتون با اون وادار بکنن و شما این رابطه رو ادامه بدین در اینجا یه خبر خوب براتون دارم اگر رابطتون با اسکیزوید تموم شده این مسئله برای فرد اسکیزوید جنبه تخریبی نداره به خاطر داشته باشید که این شخص ظرفیت کمی برای وابستگی ها داره و اغلب از تنها بودن راضیه البته اشخاص با هم متفاوتن و هر چه ویژگی های اسکیزویدی همسر یا شریک عاطفی شما شدت کمتری داشته باشه احساس ارتباط بیشتری با شما داره اما در بیشتر موارد فرد اسکیزوئید نسبت به بقیه اختلال های شخصیتی با پایان یافتن یک رابطه بهتر میتونه کنار بیاد و راحتتر سازگار میشه خب به صورت خلاصه باید این مسئله رو یادآوری بکنم که تیپ شخصیتی اسکیزوئید یک همسر یا شریک عاطفی منزویه یه ماهی یخ زده این همسر یا شریک عاطفی تمام عمرش رو صرف کامل شدن در زمینه هنر تنها بودن و ترک دیگران سپری میکنه. اون در یک جزیره تنهای احساسی راحتی بیشتری خواهد داشت حتی اگه شما جذب علاقه او به تنهایی اسرارآمیز شدین این فرد نمیتونه از لحاظ احساسی شما رو ارضا کنه اگه با شریک عاطفی اسکیزوید قرار میذارید این رابطه رو به تنهایی به دوش خواهید کشید به زودی می فهمید که موندن با چنین شخصی عشق نیست بلکه دستورالعملی برای تنهایی است